درود خدمت همه شما عزیزان. با دهمین آموزش از سری آموزش‌های اکسل در خدمت شما هستم. در آموزش‌های قبلی دیدین که توی دو تا ویدیوی مختلف فرمت بندی سلول‌ها رو براتون به طور کامل آموزش دادم. در این ویدیو میخوام به شما نشون بدم چطور میتونیم با استایل بندی به طور اتوماتیک و خیلی سریع فرمت سلول‌ها رو تغییر بدیم. حتما براتون پیش اومده اگر مخصوصا شاغل هستید، گزارش‌های زیادی رو باید در طول ماه آماده بکنید یا جداول زیادی رو درست بکنید که به هر حال از لحاظ کلیاتی شباهتی به هم دیگه دارن و شما هر سری مجبورید فرمت سلول رو بر اساس اون سلیقه و توانایی که دارین درست بکنید و این یه کار بیهوده و زمان بیهوده‌ای رو از شما می‌گیره. در صورتی که اگر استایل بندی رو یاد بگیرید، در عرض چند ثانیه میتونید تمام این کارها رو انجام بدید و یه جدول جدید رو به شکل جدول قبلی خودتون درست بکنید. پس حتما این ویدیو رو ببینید و با ما همراه بشید. اگر به تازگی با اکسل آشنا شدین، من به شما پیشنهاد میکنم که حتما به پلیلیست ما مراجعه کنید که لینکش رو در انتهای ویدیو قرار میدم و تمام این آموزش اکسل رو از ابتدا تا انتها نگاه کنید، چون من اینا رو به یه ترتیبی منطقی برای کسایی که هیچ آشنایی با اکسل حتی در حد صفر ندارن تا ویدیویی که در آینده براتون میذارم سطح حرفه‌ای تولید میکنم. موفق باشید. سلام و درود خدمت همه شما عزیزان. در ویدیو 4 و 5 از سری آموزش‌های اکسل به طور کامل بهتون نشون دادیم که چطور از همین تنظیمات بخش تب هوم، فونت و بخش الاینمنت و نامبر و همینطور منوی فرمت سلز چطور خونه ها رو اونجوری که دوست دارید آماده بکنید و فرمت های خودتون رو روی سلول ها اعمال کنید. اما مشکل از کجا شروع میشه؟ وقتی که شما قراره همیشه با همین سیستم بشینید و جدول مختلف انجام بدید، حالا چه در شرکت باشید چه در منزل باشید و قاعدتا با اون سلیقه خودتون و علاقیاتی که دارید یه طرح خاصی مد نظرتون که شاید بیشتر جدول و خونه ها و سلول ها رو اون شکلی درست میکنید و این سخت میشه که هر سری بشینید دوباره همین تنظیمات رو از اول درست کنید. حالا من در این آموزش بهتون نشون میدم که چطور یه فرمت خاص خودتون طراحی کنید، در واقع استایل خودتون رو درست کنید و هر سری خیلی راحت با یک کلیک اون رو روی خونه‌ای که مد نظرتون اعمال کنید و خود به خود یه مروری هم روی بحث‌های فرمت سلز انجام میشه. ببینید شما در همون بخش تب هوم اینجا یه بخش به نام استایل دارید. حالا این ورژن در واقع 2021 هستش که من دارم استفاده میکنم و اکثر ورژن ها از اکسل همین قسمت رو دارن و همین نایه هم از معمولا هم یه ذره شکل شمالش از فرق میکنه و 2019 هم که متداول هستش همین شکل است. شما ببینید اینجا چند تا استایل نمونه دارید میبینید و اگر این گوشه کلیک بکنید میبینید یه سری استایل آورده براتون داره نشون میده. حالا من اگر که فرضاً این خونه های جدول و سرتیتر رو انتخاب کرده باشم و از اینجا بیام یه سری هیدینگ هایی که خودش داره رو انتخاب کنم، میبینید همین که رویش میرم خودش پیش نمایش همون زیر داره نشون میده که این به چه شکل در میاد. اینا پیش فرض خودش هست. حالا مثلا برای خونه های جدول که پایین تر این نمونه ها رو داره که اگر اونا رو انتخاب کرده باشید اینا هم همونطوری اعمال میشن. ولی خب معمولا هر کسی زیاد از این پیش فرض خودش چه میاد و شما حتما میخواین پیش فرض خودتون رو درست کنید. خب حالا فرض میکنیم که اول شما میخواین تنظیمات همیشگی برای سر تیتراتون میتونید که می‌نویسید یا جداول خودتون رو تنظیم بکنید. از این بخش شما یه نیو سل استایل دارید. اونو که انتخاب کنید اول میگه یه نام بهش بدید. حالا شما هر نامی که دوست دارید میتونید بدید. من میذارم که همون مثلا مای هیدینگ که اونجا مای هیدینگ و اینجا میگه تیک‌ها رو بزنید که چه بخشایی رو میخواین ازش استفاده بکنید و کدوم ها رو میخواین تغییر بدید. من این رو میذارم رو آل. حالا از چیدمانش، از فونتش، از بوردراش، از حالت سلولا و تب این دکمه فرمت رو کلیک میکنید. اینجا میاد تو همون منوی فرمت سلی که قبلا دیده بودید. حالا ما از ابتدا نگاه میکنیم.
چون قرار سرتیتر عنوان باشه، مثلا میگم میخوام نوعش از نوع تکست باشه، یه توضیحاتش قبلا دادم این هر کدوم چی هستش. توی الائنمنت میگه از لحاظ افقی این در چه حالتی باشه، خونه سمت راست چپ باشه، وسط باشه، راست باشه، کامل پرش کنه و جاستیفای بشه که چیدمان خودش عریض کنه که زیباتر بشه. همین دارم میخوام در سنتر قرار بگیره. همینطور حالا برای اگر خونه تو مثلا فضای بالا پایینش هم خالی باشه، میگه مد در کجا قرار بگیره، پیش فرضی که باتوم یعنی بیاد پایین سلول، تاپ بره بالا، مثلا سنتر اینطور جاستیفای که دوباره مثلا حالت قبلیه. من سنتر رو انتخاب میکنم، یعنی کلن متن من در وسط سلول قرار بگیره از هر طرف. یا اینکه مثلا میگه آیا میخواین این اگر متنتون طولانی بود شکسته بشه به دو خط، اگر اینطوره که این تیکه رپ رو میزنید. و همینطور میگه که مثلا اگر فارسی یا انگلیسی دارید کار میکنید این پیشفرضتون رو چی باشه. من چون مثلا برای فرمت فارسی دارم درست میکنم، میگم پیشفرضم رایت تو لفت باشه، راست تو چپ باشه. پس این هم بخش الائنمنت. این هم که همون بحثی که قبلا بهتون نشون داده بودم، میتونید زاویه بدید به نوشتهاتون که حالا من اینجا قصد ندارم تغییرش بدم، اگر مثلا اگر رو 90 درجه بذارید به طور 90 درجه متنتون میچرخه و فعلا من نیازی ندارم. بعد میریم تو بخش فونت. میگیم فونت ها اون میخواد چی باشه. حالا ما گفتیم سرتی تدرسی، چون که سرتیت هست من اینجا میخوام از فونت تیتر فارسی استفاده کنم. شما اینجا فونتتون رو پیدا میکنین، حالا اگه مثل من فونت زیاد نصب کرده باشید یه ذره بعد داخلشون جستجو کنیم، بی تیتر رو انتخاب میکنم. اینجا هم پیشنمایش داره به شما نشون میده که چه شکلی میشه با این انتخابی که شما انجام دهید. حالا چون تیتر بود خودش بولد انتخاب کرد، اگر فونت معمولی بود این حالت دیگه ای هم اینجا براتون انتخاب میداد. مثلا میگم فونت هم میخوام مثلا 12 باشه سایزش دیگه. اینا هم که افکت هایی هستش که باز میگم همونطور که اینجا بهتون نشون میده، شما تیک اولی رو اگه بزنید میبینید یه خط روش میکشه. اگه اینو بزنید حالت این فرمولا هستش، مثل توان اینا میره بالاتر و کوچیک‌تر میشه متنتون. اگه پایینی رو انتخاب کنید حالت کوچیک مثل فرموله شیمی میشه، میاد پایین‌تر. اگر هم از این مانه آندرلاین انتخاب بکنید، میگه سینگل یا دونه آندرلاین زیر خطتون داشته باشه، دابل دوت داشته باشه و همین حالت که مثلا حالت حسابداری فاصله براتون ایجاد میکنه با خط زیرش و همینطور دابلش. حالا چون تیتر من نان رو انتخاب میکنم ایش دونه اینا نمیخوام باشه. خب میریم در بخش بوردر. میگیم چه بوردری میخواییم بهش بدیم. اول که از این بخش کالر اینجا رنگش انتخاب میکنیم، مثلا میخوام توسی کم رنگ بشه. اینجا میتونم انتخاب کنم فقط بالای اون سلول خطش باشه، پایینش داشته باشه، کجا. اگه این گزینه وسط آتلاین بذارید کل دورش اون خط رو اعمال میکنه. و فیل که یعنی میخواد پس زمینه اون جدول چطور باشه. حالا اگه معمولا همیشه شما پس زمینه هم استفاده میکنید، فرض میکنید مثلا درد کمرنگ رو انتخاب میکنم. و پروتکشن هم که حالا بعدا به شما آموزش میدم. یا حتی اگر پس زمینه تون حالا برای این نوشتار معمولی که کاربرد نداره، اگه پترن میخواییم بهش بدین، اینجا سری پترن ها هست که میتونید اونم انتخاب بکنید. همه اینا رو که انتخاب کردید اوکی رو میزنید، برمیگردید به همون جای قبلی. خب چون اسم هم انتخاب کرده بودین دیگه کاری نداریم اینجا، اوکی رو میزنیم و میبینید الان که خب چیزی اعمال نشده. شما وقتی که مثلا خونه های تیترتون رو که مد نظرتون رو این به بعد انتخاب کنید و این دکمه پایینی اینجا رو بزنید، میبینید اون بالا مایه دینگ منم که انتخاب کرده بودم اضافه شد به این پیش فردا این بالایی هست. چه وقتی منش کلیک کنم میبینید تمام فرمت هایی که من برای اون اعمال کرده بودم اینجا الان داره به شما نمایش داده میشه. دوستان قبل از اینکه ادامه آموزش رو داشته باشیم، برای اینکه افراد بیشتری بتونن توی یوتیوب به این ویدیو دسترسی پیدا کنن، حتما این ویدیو رو لایک بکنید. اگر سوالی دارید حتما در قسمت کامنت ها بگذارید تا من بهشون پاسخ بدم. و اگر هنوز ما رو سابسکرایب نکردیم حتما این کار رو انجام بدید و زنگوله رو رو حالت آل قرار بدید تا به محض تولید ویدیوهای جدید بتونید به اونا دسترسی داشته باشید. میریم ادامه آموزش رو داشته باشیم.
خب حالا که کلیات رو یاد گرفتین، برای متنهای معمولی خود جدول برای اینا خواهم تنظیمات اعمال کنم، اینا دیگه سریعتر پیش میرم، فقط شما آشنا بشید باهاش. دوباره من یه دونه نیو سرسایی درست میکنم، این سری میزنم مای بادی، اون برای تیترا بود، این برای بادی همون متنهای معمولی داخل خودش هستش. فرمت رو میزنم دیگه، این سری اینم باز این تکست نمیذارم، جنرال میذارم چون عددم توش هستش، هیچ فرضی بهش نمیدم. این سری میبینید اون آخرین تنظیماتی که انتخاب کردم اینجا مونده، داره کمک میکنه، کار ما راحت کردیم. برای من دیگه تغییر نمیخوام بدم تو الائنمنت. فونت رو فقط از بی تیتر میخوام تبدیل کنم به بی میترا مثلا، که برای متن داخلی زیباتر هستش. میبینید اینجا حالا توی فوند استایل گزینه های مختلفی هم آورد، رگولار و ایتالیک و این هم بهش اضافه شد. این هم فوند همون 12 حالا اوکیه، حالا چون متن داخلی یه دونه کوچیک‌ترش هم میکنم بشه 11. با این قسمت هم دوباره کاری نداریم. رنگ متن هم که حالا مشکیه، حالا برای اینکه اون سری متن تغییر ندادیم اون سری رنگ هم براتون تغییر میدم، مثلا حتی مثلا سرمه رنگش میکنم که این هم ببینید. بوردر هم که باز میخوایم مثل همون بشه، جدول یه شکله، بوردر هم دست نمیزنم، با همون رنگ قبلی که تعیین کردیم میخوایم بشه. فیلش اونجا حالت زردرنگ کرده بودیم، ولی چون این متنه اصلا میخوام ناکاله رنگی نداشته بشه و اوکی میکنم. اوکی، حالا من این سری متن بادی مد نظر رو انتخاب میکنم. سر استایل میبینید یه دونه هم اضافه شد، مای بادیه، مای بادی میزنم. بکنید خیلی قشنگ متن، دیدید که این اعداد هم اون موقع انگلیسی بود، چون رایت رو رفتش درست شد، راست رو چپ شد، خودش این هم به صورت فارسی نامه شد و خیلی قشنگ شد. یعنی شما الان فکر کنید که تازه میخواید یه جدول جدید درست کنید، فقط کافیه تیتر رو انتخاب کنید، همون مایهدینگ رو انتخاب کنید، متن رو انتخاب کنید، مایبادی انتخاب کنید، به همین راحتی جدول بعدیتون رو درست میکنید.